ابن مسعود رضی الله تعالی عنه با قرآن صاحب عظمت می شود صاحب مقام و رتبه و درجه می شود به جای می رسه که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن می خواند اما این معجزه الهی را ببینید کسی که این همه مقام داره این همه عظمت و عزت در نزد رسول صلی الله علیه و سلم دارد این الان دیگه جوانی شده بزرگ شده هست اما بسیار نحیفه بسیار ضعیفه جسم آن چنانی قوت فی الجسم نداره قوی نیست ضعیفه حتی که بزرگان گفته هم اگر می ایستاد مانند این بود که دیگران نشسته اند اینقدر ضعیف بود قدی کوتاهی داشت جسم ضعیفی داشت اما سبحان الله چه وزنی داره چه قیمتی دارد چه بهایی داره چه, بهای چه ارج ارزشی در نزد رب العالمین داره ان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کان یا جز الله صلی الله علیه و سلم سواکا من اراک رفته بود که مسواکی بزنه از درخت عراق درخت به خصوصی که از اون مسواک درست میکنم حضرت ابن مسعود بالا رفته بود و صحابه نگاه میکردند. و کاره فی ساقه دقه پاهایش خیلی ضعیف و نعیف بودم استغانبندی خیلی ضعیفی داشت مزاهن صحابه وقتی نگاه کردم فضحک القوم خندیدن گاهی با هم شوخی میکنند و میخندند صحابه مزاحن و شوخی به صورت شوخی خندیدند به هم دیگر میگفتم به مسعود را نگاه کنید چقدر ضعیفه پاهایش ساق پایش را نگاه کنید سبحان الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم اونجا حضور داره فقال النبی صلی الله علیه و سلم ما یضحککم من دقت ساقه چه چی چیزی باعث خنده شما شده که از استقانه های باریک پاهش شما را خنده آمده هست والذی نفسی بیدهی قسم سبحان الله رسول خدا قسم میخوره والذي نفسي بيده قسم بأن ذاتي روح محمد الرسول الله در قبضه قدره الهس انهما اثقل في الميزان من احد عند الصاق النَّهِيفُ الضعيف ابن مسعود در ميزان روز أسكوا اسكو احد هم سنگترن بظاهر في نكوري به ظاهر نسبت به کسی فیصله نکنیم، خیلی بزرگانم که ما نمیدانیم جلوی چشم ما پوشیده اند خیلی کسانی هستند که برای رب العالمین عزیزند اما ما اونها را عزیز نمیدانیم خیلی انسان های هستند که شب زنده دارند اهل قرآنن اهل نمازن اهل تلاوتن نیکن پاکن طاهرند روز دارا نماز گذارا متقی و پریسگارن اما ما خبر نداریم اینه که رسول خدا میفرماید به ظاهر فیصله نکنید اینها این ساقه ها ضعیفن اما در میزان به خدا قسم از کوی احد هم سنگین تر خواهند بود اما امین جوانی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اون را می اینقدر سنگینه اینقدر بها داره اینقدر قیمت دارد زمانی که شب در لشکری هست جزو لشکری هست در غزبه تبوک در دل شب وقتی بیدار می شود می صدای به صلاح کندن چیزی می آید گویا بیلی و کلینگی به زمین می خوره. بیدار می شود می بیند دور از لشکر چراغی اونجا روشن هست می خود را اونجا می رساند می بیند سبحان الله ابو بکر صدیق فاروق اعظم هست محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست اما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در قبر ایستاده هست دارد قبر را بعد از های خودش میکنه در بعضی از کتاب های سیرت نوشته شده که ابن مسعود آمدن اعتراض کردن بر ابو بکر و عمر شما ایستاده اید محمد و رسول الله دارن قبر و حفر و می شیخان چی می ابن مسعود رسول خدا به ما اجازه نمی دهد. خودش می خواهد این قبر را بکند و حفرش کند جوانی هست که در اونجا شهید شده است رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواهند با های خودش او را در قبر بذاره بعد وقتی قبر را میکنند این سه نفر بلند میکنند جنازه را بر دست های رسول الله و اونجا میزارند ابن مسعود چی میفرماید میفرماید کاش من صاحب این قبر بودم که بر دست های جنازه من بر دست های مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قرار می گرفت و اون حضرت مرا در قبر می گذاشت اما ما فکر کنیم امروز چقدر به دنیا وابسته چقدر به دنیایی که از ما میمانه و یقین داریم که از ما همهش میماند چقدر به این وابسته ایم دل بسته ایم در حالی که همه را باید بگذاریم و برویم اما رفتنی که در حین خدمت باشه رفتنی که با عظمت باشه از اون غافل شده